سلام دوستای عزیزم، به یه برنامه دیگه از نیکارم خوش اومدید. امروز میخوام طرز تهیه آش انار یا همون آش ترش که مناسبت خیلی خوبی هم برای شب یلدا داره براتون آموزش بدم. انشالله که درست میکنید و لذتشو میبرید. اگه اولین بار اینجا هستید لطفا سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره و با دوستاتون به اشتراک بذارید. مواد لازم برای آش انار: به یک عدد پیاز که نگینی خرد شده احتیاج داریم، یک دوم پیمانه لپه، یک دوم پیمانه برنج رویال بسمتی، سبزی حدود 150 گرم، جعفری، گشنیز، اسفناج و تره، میتونه خوش باشه یا سبزی تازه استفاده کنید، یک لیوان آب طبیعی انار، 3 قاشق نعنا داغ و 100 گرم گوشت شخ کرده و یه عدد پیاز رنده شده که از قبل آبش گرفته شده. در ابتدا در یک کاسه گوشت چرخ کرده و پیاز که از قبل رنده کردیم و آبش گرفتیم به گوشت اضافه می‌کنیم و نمک و فلفل و زردچوبه بهش می‌زنیم و خوب مخلوطش می‌کنیم. وقتی که گوشتمون کاملا ورز اومد، اونو به صورت کوفته‌های ریز قلقلی در میاریم و در قابلمه‌ای که می‌خوایم آش بپزیم اونو شروع می‌کنیم به سرخ کردن. گوشت‌ها باید کاملاً خوب سرخ بشن و طلایی بشن. وقتی که سرخ شد اونو در میاریم و کنار می‌ذاریم. بعد پیاز رو به همون قابلمه اضافه می‌کنیم و می‌ذاریم کاملاً سرخ بشه. وقتی که پیازمون کاملاً طلایی شد لپه‌ها رو بهش اضافه می‌کنیم و می‌ذاریم یه تفت کوچیک بخوره. وقتی که خوب تفت خورد بهش برنج اضافه می‌کنیم و باز میذاریم یه تفت کوچیک بخوره. بعد در حدود 4 لیوان آب جوش بهش اضافه میکنیم و این بستگی داره که چقدر آش میخواییم بپزید و کمتر و بیشترش به خودتون بستگی داره. بعد درشو میذاریم و میذاریم کاملا برنج و لپه بپزه و خوب جا بیفته و له بشه. وقتی که لپه و برنجمون پخت، سبزی آش رو بهش اضافه میکنیم. میتونه سبزی تازه باشه و یا سبزی خشکی که از قبل خیس دادید و بعد در آش رو میذاریم و میذاریم با شعله کم سبزی کاملا بپزه و آش خوب جا بیفته. و حالا وقتشه که نعنا داغ درست کنیم. در تابه جدا کمی روغن ریخته و نعنا ها رو بهش اضافه میکنیم. دقت داشته باشید نعنا خیلی زود میسوزه و تلخ میشه. بعد شعلهش خیلی پایین باشه و مواظب باشید که ته نگیره. من کمی زردچوبه بهش اضافه کردم که رنگش رو خوش رنگ‌تر کنه و وقتی به این صورت در اومد و عطرش بلند شد میدونیم که نعناها حاضره و کنارش میذاریم. در این مرحله برمیگردیم به آشمون و وقتی که خوب پختش و جا افتاد آب انار رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم یه کوچیک جوش بخوره و بعد ربع انارمون رو بهش اضافه میکنیم. دوستای عزیزم، در این مرحله مقدار آب انار و ربع اناری که به آشتون میزنید کاملا بستگی به خودتون داره که چقدر ترش میخواین و در این مرحله میتونید بچشید و ببینید ترشیش در چه حدیه و نمک و فلفل و هرچی که احتیاج داره بهش بزنید و بعد کمی از نعنا داغی که استفاده کردیم درست کردیم بهش اضافه میکنیم. من در حدود 2 تا 3 قاشق بهش نعنا داغ زدم و این یه طعم خیلی خوبی به آشمون میده. در این مرحله کوفته هایی که از قبل درست کرده بودیم من به آش اضافه می کنیم و میذاریم که برای چند دقیقه دیگه با شعله ملایم کاملا جا بیفته. دوستای عزیز، آش کاملا پخته و خوب جا افتاده. عطر و بوی خیلی خوبی هم داره و آماده است. همونطور که گفتم این آش برای شب یلدا مناسبت خیلی خوبی داره و همچنین مجلسی هستش و میتونید برای مهمونی های دیگه ازش استفاده کنید. یادتون نره سابسکرایب کنید، لایک بزنید، کامنت بذارید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا برنامه بعدی از نیکارم، خدا نگهدار.